از آقای امید معماریان، تحلیلگر سیاسی که در نیویورک هستند، دعوت کردیم از طریق اسکایپ ما رو همراهی کنند. وقت بخیر جناب معماریان. در این مصاحبه صحبت از تغییر جهت اصلاح طلبان بعد از تغییرات کابینه و مرداد 96 شده که آقای حجاریان اتفاقا پاسخ مشخصی به همین قسمت ندادن و فقط از وعده های عملی نشده روحانی صحبت کردن. ارزیابی شما چیه؟ سلام بر شما و بینندگان عزیز. به نظرم مسئله این هستش که کلیت عملکرد آقای روحانی رو ایشون زیر سوال بردن و کابینه یه بخش کوچکی از اون است. به قول معروف چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. آقای روحانی خب طبیعتاً هیچ عقبه معلومی نداشتن و با شعارها و برنامه‌هایی اومدن وسط که رأی جمع کنن که شعارهایی بود که اصلاح طلبان معمولاً اون رو مطرح می‌کردن، مثل آزادی زندانی سیاسی، حقوق شهروندی. یعنی وقتی انتخاب شدن از عمل کردن به این وعده ها سر باز زدن و الان خود وزارت اطلاعاتی ایشون یکی از قانون های نقض حقوق بشر هست. شما ببینید از سقوط ایشون در مورد دستگیری های محیط زیستی ها، در مورد دراویش، در مورد دستگیری دانشجویان، وضعیت فرهاد میثمی که الان بیش از دو ماه هست که در وضعیت بسیار وخیمی به سر زندان به سر میبرن، ایشون سکوت کردن و از ظرفیت خودشون استفاده نکردن و اولویتشون نبوده، برخاندشون که اولویتشون نبوده. و چون خیلی از مردم به خاطر حمایت های چهره های اصلاح طلب و مثلا آقای خاتمی و افراد دیگه بهشون رای دادن، الان فکر کنن که اشتباه کردن و این نه تنها هزینش برای آقای روحانی هستش، بلکه برای اصلاح طلبان و جریان اصلاح طلبی هستش که به هر حال از این حضور آقای روحانی حمایت کرده. در حال حاضر عملکرد آقای روحانی باعث شده که فضای سیاسی کشور حتی به گواه همفکرهای آقای حجاریان از این دو قطبی اصلاح طلبی اصولگرای یه جوری عبور بکنه. یعنی بخش بزرگی از مردم، از جمله خیلی کسایی که به آقای روحانی رأی دادن و جریان اصلاح طلبی یا جریان اطلاع رأی دادن، فکر نمی‌کنن که این دو قطبی میتونه مشکل کشور رو حل بکنه و این هزینه هستش آقای روحانی به نظر من عملا به اصلاح طلب و جریان اصلاح طلبی تحمیل کرد و حرفای آقای حجاریان نشون میده که اندک اندک متوجه تبعات چنین تصمیمی میشن. بله، آقای حجاریان به نظارت استصوابی هم انتقاد کرده که مانع حضور نیروهای مجرب اصلاح طلب در انتخابات شده. بعقیده ایشون هر کدوم از اصلاح طلبان تواناییشون یک سر و گردن حتی بالاتر از روحانیه. میشه حد زد منظور ایشون چه کسانیه؟ اولا اینکه کلا فکر کنیم که تمام کشور و اصلاح طلبا و محافظه‌کارا میتونن بگردونن یا اصولگرا بگردونن، به نظر من یک توهم هستش. نظارت استصوابی قطعا یکی از سیاست‌هایی که شریان حیات و زندگی نظام سیاسی ایران رو به نظر من بسته و خفه کرده. در کشور ما نیروهای بسیار فوق‌العاده‌ای داریم که مستعد و توانا که میتونن کشور رو اداره بکنن و مشکلات کشور رو حل بکنن، اما در هیچ کدوم از طبقه بندی هایی که لازمه برای اینکه در حکومت حضور داشته باشن یا نمی گنجن، چون رد صلاحیت میشن. آقای حجاریان میگن که اگر نظارت استصوابی نبود اصلاح طلبان با کیفیت تری رأی می آوردن، ولی مسئله این است که اگر نظارت استصوابی نبود چنان نیروهایی در عرصه حضور داشتن که در فضای آزاد و مبتنی بر توانایی شایستگی که اصلا مشخص نیستش که اون موقع چه تعداد از این اصلاح طلبانی که آقای حجاریان از اونها صحبت میکنن توانایی ارزندام در برابر این افراد داشتن. بله، متشکرم. که حضور اصولگرایان در قدرت محصول نظارت استصوابی است و حضور نصف و نیمه اصلاح طلبان هم محصول حفره ها و روزنه هایی در همون نظارت استصوابی است که صحبتشون میکنم، نه محصول فضایی باز. بله، متشکرم، مرسی از توضیحات شما.